سلام من نازنینم امروز میخوام یه قصه براتون بگم به اسم رقص توی باد مامان زنبورخار جوجه تازه به دنیا آمدش رو بغل کرد و گذاشت پشت یه بچه فیل و گفت همینجا بشین تا مامان برات غذا بیاره جوجه کوچولو خودش رو چسبوند به بچه فیل از اون بالا جنگل رو نگاه کرد و بعد بالاش رو برد بالا و تو هوا تکون داد مثل علفهایی که در باد تکون میخوردند و گفت فیل منو نگاه کن دارم ادای علفا رو در میارم و دوباره بالا و سرش رو تو هوا تکون داد و گفت حالا هم دارم مثل برگای درختا تکون میخورم مامانش برگشت و یه دونه زنبور چاخ گذاشت تو دهنش جوجه زود قورتش داد و گفت اینجا خیلی قشنگه همه میرخصن مامانش نوکش رو بالا گرفت و گفت الانم وقت رقصیدن ماست پاشو که میخواییم تمرین کنیم پرید روی شاخه درخت جوجه درخت نگاه کرد یه عالمه جوجه نشسته بودن روی شاخه های درخت و داشتن با ماماناشون تمرین پرواز میکردن جوجه ها اول کمی بال میزدن و بالا میرفتن بعد طلاب میرفتادن پایین جوجه ترسید و سفت نشست سر جاش و رو به مامان زنبورخار گفت اینا که نمیرخصن تازه من که دلم درد میکنه و دستش رو گذاشت روی دلش رو شروع کرد به آخ و واخ کردن. مامان زنبورخار چشماش رو ریز کرد و گفت امروز میتونی همینجا بمونی. اما فردا بیشتر تمرین میکنیم تا زودی بتونی پرواز کنی. فردای اون روز بازم مامان زنبورخار اومد و گفت خب آماده ای بریم؟ جوجه اخم کرد و گفت مگه همه باید پرواز کنن؟ مامان زنبورخار گفت پرنده ها باید پرواز کنن. جوجه خودش رو دوباره چسبون به فیل و گفت آی بالم درد میکنه دیروز با علف رقصیدم فکر کنم همون موقع چیزی شده مامان زن بخار پوفی کرد جوجه گفت امروز بمونم پیش بچه فیل خوب بشم اما فقط اون روز نبود جوجه هیچ وقت حاضر نشد تمرین پرواز کنه مامان زنبورخار کم کم ناامید شد و دیگه بهش اصرار نکرد جوجه کوچولو هم هر روز مینشست روی سر بچه فیل و مثل علفاب و درخت و رو روزها و روزها گذشت. جوجه کوچولو اما هنوز پرواز نمی کرد. گاهی حشره‌ای که زیر پای فیل له شده بود رو بر می و خوشحال بود. تا اینکه یک روز که داشت برای خودش می رخصید و آواز می خوند، یک شیر بزرگ دید که پشت صخره قایم شده بود. جوجه زنبورخار بلند دم گوش بچه فیل داد زد یه شیر بزرگ اونجا نشسته و تا بچه فیل خواست فرار کنه یهو شیر پرید جلوش بچه فیل تکون شدیدی خورد و پا به فرار گذاشت همون موقع جوجه از پشتش افتاد پایین و داد زد آهای من افتادم اما دیر شده بود فیل رفته بود جوجه زنبورخار دور برش رو نگاه کرد همه جا پر از علف های بلند بود اگر همونجا میموند ممکن بود حیوان بزرگی اون رو زیر پاش له کنه جوجه چشماش رو بست و بالاش رو تکون داد کمی از زمین بلند شد اما خورد زمین دوباره بالاش رو تکون داد همون موقع صدای شیرای دیگر رو شنید با خودش گفت نکنه فیل اشتباهی به دو سمت شیرا اگه بتونم بپرم میتونم از بالا ببینم که کجا میتونه قایم بشه باید بتونم پرواز کنم و اونقدر بالاش رو تکون داد تا بالاخره از زمین بلند شد اولش ترسید اما بعد حس کرد که باد ملایمی میوزه بین بالاش و بالاش رو تا جایی که میتونست باز کرد و خودشو تو آسمون رها کرد و حس کرد داره با باد میرخصه اون وقت چشماش رو کمی بست و تا جایی که میتونست بالا رفت چشمش رو که باز کرد بچه فیل رو دید اون داشت همون طرفی میرفت که شیرایی دیگه اونجا بودن سریع خودش رو رسون به بچه فیل و فریاد زد از این طرف نه شیرایی دیگه اونجان از اون طرف برو بچه فیل نگاهش کرد و راهش رو کچ کرد و از راه دیگه رفت و اونقدر دوید تا از دست شیرها فرار کرد فردای اون روز آسمون صاف صاف بود و باد ملایمی میوزید. علف ها میرخصیدن. درخت ها می و زنبورخار کوچولو کنار بچه فیل پرواز میکرد و میگفت ببین منو انگار دارم توی باد میرخسم. امیدوارم از داستان امروز خوشتون اومده باشه. تا داستان بعدی خدا نگهدار.